تیغ تیز گربه دستت داد چرخ روزگار، هرچی می خواهی ببر اما مبر نان کسی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم همتران عزیز، با آریانا و تاشام بسیار خوش آمدین. من رولای باوری هستم، شما تاشام از پرده های زیبای آریانا بیننده هستین، البته همچنان از پرده های زیبای تلویزیون خودم بیننده هستین. همتران عزیزی که بیرون از افغانستان یا خارج از افغانستان، در استرالیا، در اروپا، در امریکا ما را بیننده هستن، یک سلام وطنی تقدیمشان، امید که صد سلامت باشن. از گزند روزگار همه وطندارای که در هر گوشه و کنار جغرافیای خاکی هستن در امان باشن و بیننده برنامه های زیبا و دیدنی آریانا به خصوص تاشام باشن. بیننده های عزیز، میریم ببینیم که همکار عزیز ما فیصل جان عاصم باز در کجا رفته. یادم که در برنامه شما یک گزارش آماده میکنه، در هر برنامه ببینیم که کجا رفته، گزارش با هم یک جای میبینیم و زود زود برمیگردیم. با درود و سلام و خسته نباشین هموطنای عزیز، خوشحال هستم که بازم گزارش تاشام شروع شد و فیصل هستم در خدمت شما. آمدیم به مکرونه سیومه کابل و دوستای عزیز، قسمی که شما هم در تصویر میبینین یک رستوران بسیار کوچک که امی لحظه هم نام خدا زیاد مشتری داره. میخواییم با مسئول از اینا صحبت کنیم، شما چند تصویر ببینین، انشالله صحبتانم با اینا میداشته باشیم. دوستا این بزرگوار ببینیم که چی آماده میسته. نام خدا فکر میکنم زیاد مزدار است. این شورمه است دیگه دوستا، شورمه خیلی خاص که چند گزینه را امرای خود داره. اگر من اونو مواد ترکیبیش نمیفهم از خود عزیز ما میپرسیم. سلام. سلام جناب، خوب هستید؟ خیر خیر هستید؟ سلامت، تشکر. کاروبار بخیر میگذره؟ شکر الحمدلله بخیر باشین. خب در اول میشه نامتون بر ما بگید؟ نام عبدالقدوس هست جناب، پرویز عبدالقدوس. خب عبدالقدوس یا پرویز؟ عبدالقدوس به حساب تذکره است که پرویز هم نام هست. خب پرویز جان، نظر به اندامتون پرویز خوبتر میخونه. خب پرویز جان، چند سال میشه شما در سایه مکرویان سیوم هستین؟ از ما میگه 13 سال هستم اینجا مصروف هستم. این گزینه را که آماده میسازین نام شورمه است؟ شورمه برگل از برای سایه باید. خب شورمه برگل. باز قیمت ها در چند از چند مفروشه؟ میدیم از این کاس 100 افغانی است. لارج به حساب کلانش ما 150 افغانی. پس مال داریم از 80 افغانی است. خب این را که آماده میسازین چند است؟ همین 100 رپگیش است. خب دهی گزینه یک نفر سیر میکنه یا نیم شکم میشه؟ آره نیم بسیار قوی غذا است. نام خدا گذاشت یک دانه نان بسیار فوق العاده. این نان خودم تولید خودم است. این نان شورما سابق است. ان تو یار کشورا میومد، حالا خودمون شکر تولید میکنیم. خب خب خود داری از این تاثیرات شورمه است؟ والا شورمه شکر دیگه چیزا هم از نام خدا هست. خب امی غذایی را که شما اینجا آماده میسازین، یک رفیق یا خودت یک نفر رو برام معرفی کنی که امی ها رو برام معرفی کنه که چی چیز چند نوع غذا است. جبار جان میگیری؟ جبار جان کتش گپ بزنی. خب خی خودت مصروف هستی که مشتری ها را از دست ندی. چی شد جبار جان؟ نام خدا جبار جانم از امی. سلام، خسته نباشی، خوب هستی؟ حاضر نتیم از امی غذاهایی که نوش جان میکنی فکر میکنم خودت هم مثل رفیق ما خوب وزن گرفتی. والا وزن کم گرفتی. من چند کیلوستی؟ مانین کم سیکرت باشه. برو کم بگو. برو کم بگو با بالیم لبشه کم. خب غذاهایی را که شما اینجا بفروش میرسانین میشه نام بگیرین چند نوع غذا هست؟ فقط مشخص چند نوع غذا است، از ساعت چند تا چند کار میکنید؟ والا از مال الله تک حساب است که فعالیت ما 9 بجه صبح شروع میشه. 9 بجه صبح یک 8 بجه باز میشه پاکاری تام 9 بجه دیگه. چیکن شورما است از ما بهترین شورما، تا 11 بجه شب 11 و نیم بجه فعالیت داشتیم. دائم فعلا در دولت امارات دیگه، قبلا تا 1 بجه شب می بودیم. یا شکر الحمدلله چیکن شورما از ما به حساب اسپشیالیتی مشهوری ما کسیم شورما است دیگه. برگر وطنی است، سوپ هم است، سموسه بهترین سموسه جور میکنیم. بله. چند نفر هستین اینجا؟ یک تیم کاری هستین دیگه؟ قریبا 12 نفر می پرسنل هستم. اینی گزینه که اینجا هست برای دوستا معرفی کنیم؟ یک ساندویچ است که خود ما به حساب لانچ کردیم، اختراع کردیم. بله اختراع کردیم. بله هم به حساب رزنیبل قیمتش مناسب است و شکر الحمدلله نتیجه خوب است، مردم زیاد میبرن.
بله ترکاری و گوشت و به حساب تخم جوجه داده و گپ هست. اینی غذاهایی که نو به کمک فضا چنج میشونی؟ بله شکر الحمدلله خوب است. یک ذره یک نوآوری کردیم انشالله نتیجه خوب است. اینی هم دوستا برگر که آماده ببخشین سمبوسه که آماده میسازن. سمبوسه معمولا از آرد نخود میباشه. آرد ترمیده میباشه. بله خوب آرد ترمیده است که خوشمزه میباشه. بله زیاد مزاحمتون نمیشیم، نمیخوایم که نقص کنین. بخیر با عزت باشین قربان. ما در خدمت هستیم، تشکر بدم. خب دوستای عزیز پیشتر میریم و اونجا در تصویر پیشتر دیدم. سلامت بخیر باشین. خب پیشتر میریم با هموطنهای دیگه هم صحبت میکنیم. رسته قصابیات و میال هم هموطنهای ما بزرگوارا هست. بیا سلام علیکم صاحب، خوب هستین؟ علیکم جورتون بخیر. سلام علیکم جورتون. آرام آرامیز بخیر. علی والا بریم گو گبرو بخیر. ولالا جان تمدک سلام گوتیم بور یک سلام بری بکنیم. خدا پاک ماما جان چی خوب یک لبخند و یک طرز برخورد خیلی شیرین داره. شما خدا کامیاب داشته باشه. شما که باشه نر بخشه مده بعدن دیوالم گو گوره لالا جان برو یک سلام بری بگو چطور است دیگه چطور است. بخیر بازه دوای خودت که باشه دیگه تو خوار بخشه و رو دوا دو بجی شو سه بجی شو دوا بردم دوای خوب مردم است که خدا بیا کمی تو یک حالت خوب در افغانستان پیلا آمده بگیر نیست. خدا بسیار مهربان باشه است. نام خدا چی خوب یک فضای جالب دارین. تسبیح میفروشین؟ تسبیح و مسواکات اینی میکاریم 20 سال شده باشه میکار میکنه. پاکستان اومدیم و دیگه خدا شما زنده داشته باشه، کامیاب شما داشته باشه. سلامت باشین. چند نوع تسبیح میفروشین؟ میشه روز یک 300-400 رو پکر خرچ خانه میشه دیگه. خدا مهربان باشه. اینه دیگه بشک دیگه هم ثواب هم خرما هم ثواب هم پنج وقت نماز خدا میخوانیم جمع هم کارای خدا میکنیم. خدا مهربان باشه. خدا پاک میگه ما را یاد یک مرتبه یاد کن تو رو ما هزار مرتبه یاد میکنیم. کارای خدا را کسی گرفته او خراب نمیشه. بله هم این دنیا ایش هست هم اون دنیا ایش هست. بعد که شما مردم هم دوای خوب مردم هست که میجا کامیاب داشته باشه. خدا پاک به مراد برسین. خدا سلامت زنده باشین. یک میخوایم یک گپ یک گفتنی رو برای هموطنام هم داشته باشی. چی گفتنی داری برای هموطنام؟ تو راست که هر مرد هر مسلمان باید پنج وقت نماز خدا قائم کنه. هیچ مشکل نیست. همی پنج وقت نماز که هر انسان قائم کرد هیچ تکلیف دیگه نیست. همی برای مردم میگیم که پنج وقت نماز بخوانین، نیکی بکنین، بدی نکنین. خدا مهربان باشه. خیر با عزت باشی قربان. چیز خدمت به ما مراد برشین. خدا یک چیزی برتان جای سلامت قربانتون. بخیر باشین قربانتون. دوستا پیشتر میریم. اینجا نام خدا جمعیت زیاد است، رفت آمد زیاد است. ما هم مزاحم مردم شدیم، هم چند دوست ما از پیشری کمره گذاشتن. خب پیشتر میریم ببینیم که هموطنهای ما چی میفروشن. خب دوستای عزیز ادامه گزارش هست که شما از مکران سی میبینین. بازم به یکی از دکاندارای این منطقه، یکی از رفیقای ما که شیریخ میفروشن میخوایم یک صحبت داشته باشیم. بیا شما را نمیگیره، بیا ایسا داخل داره. سلام خسته نباشین، خوب هستی؟ خوب باشی برادر، خوب هستی؟ خیرتی است حتما. قصه شیریخ چه رقم است؟ ای گلاسکی است نمیفهمم، قابکی است؟ نه لالا جان، دبل متوسط سنگل این رقمی است لالا جان. خوی دبل و سنگل متوسط قیمت هاش چند؟ 80 رو پس 100 رو پس. منیجرتون کی است که دو دخم راش گپ بزنید؟ منیجرم اونمون لالا ما کاکا خلیل نام داره اونموز. او بزرگوار خود شاید گپ نزنن. ولی اونمون مسئولیت کلان ما اونموز. اینیمی جوان هم راش گپ. خب بیا عزیز بیا خودت بیا که امی رفیق ما کامرامن قار نشه میگین اینجا شور نخوری عکست میگیریم. خوب هستین؟ شکر است میگذره. زندگی بخیر میگذره. شکر است، شکر خدا است. نامتون؟ عمران. عمران جان. عمران جان چند سال هستی؟ 18. عمران جان برام میگه که چی مسئولیت داره. من دیگه اینجا حسابدار هستم، منیجر هستم. کل زمینه و مردمه. مردم مربوط به خودم. فقط اون کسایی که هرچی خورد حسابش خودت باید بگیری. حسابش خودم باید بگیرم. یا پشت چی میگم؟ پشت داخل میباشی؟ نه در پشت داخل فقط گوکاس. از نو 110. حاجی صاحب میباشه. حاجی صاحب میباشه. ما دیگه در ایشون هستم صبر میبینی پرسان میکنم میگم شما. خب اینجا قصه شیریخ و آیس کریم است فقط. قصه شیریخ است، فاست فود است. وینز، پیزا، مرغ. این رستوران دیگه 35000 دلار مصرف کردیم.
35 دیگه ان شاء الله یک رستوران در چیزی که جدید کله مردم بیای بخیر. ما در خدمت سرمایه گذاری کردین دیگه، خدا برکت کنه. به شک 100% سرمایه گذاری کردیم، خدا میره. چطور از دی شب و روز میای مردم تا چند شب میباشین، کاروبار چطور میگذره؟ والله شکر است کاروبار میگذره خوب است. بعد نیست دیگه، بازار است، از این طرف های سه چهار وجه رستوران پر میشن و خدا شکر خداست دیگه زندگی است میگذره. بخشی بلندی داره، بازم شکر خدا در حالت شکر بگیم خوب است. امروز لبخند آمست یا نی؟ 100% به لبخند که نمیشه. خب بسیار تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادین. مصروف آمستین گرچه در موقع کار کردن و غریب کاری باید آدم مزاحمت نکنه، نیک از نفر از کاروبار میمونه. گپ نیست لالا، ما در خدمتتون هستیم. بخیر با عزت باشین، وقتتون خوش. همچنان تشکر، زنده باشین. خب دوستای عزیز، از امرایی همتون تشکر. چند تصویر شما هم ببینین که این رفیقای ما اینجا آیسکریم و شیریخ و عمو غذاهایی که گفتن به فروش میرسانن و خدای پاک مهربان است، انشاءالله روز به روز در وطن ما آرامی بیشتر شود، کاروبار بیشتر شود تا هموطنهای ما یک زندگی از لبخند و چی میگن شکم سیر و دل بیغم داشته باشند. سپاس فراوان از همراهی تک تک شما. خداوند یار و مددگارتان. شب همه بخیر. گزارش بسیار زیبایی بود از همکار عزیز ما فیصل جان عاصم که با هم یک جا دیدیم. البته بعد از وقفه یک جوان بسیار خلاق و ابتکاری را دعوت کردیم در برنامه که چندین دستگاه استفاده را ساخته، هم میتونیم که از دخانه از پیش استفاده بکنیم، چندین وسیله را ساخته. شما یک وقفه ببینید، بعد از وقفه دستید بخیر، میبینیم که چی گپ است. دوباره خوش آمدید میلیده های عزیز. قسمی که در ابتدا یادآوری کردم، یک جوان هم نی، البته یک نوجوان بسیار فعال، یک نوجوان بسیار خلاق که البته میتونیم که بگویم مخترع هم است تقریبا دیگه، بسیار شهکار کرده، چندین وسیله روباتیک ساخته که شامل بسیاری چیزا میشه که از خودش پرسان خواد کردیم که چی است. حال برشان خوش آمدید میگویم. ادیب الله جان ایشانزاده در برنامه با ما هستن. ادیب جان بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام به شما، سلام به بینندگان عزیز برنامه تاشام، امید که صحت سلامت باشند. ادیب جان چهره تن می رقم تو آرام هستی یا در خانه شوخ هستی؟ حال خدا آرام گرفتی؟ نه، طبیعتا می رقم آرام هستم، حس کنجکاوی دارم که چرا درباره چی چیز گفتید کنجکاوی داری؟ یعنی که آدم همیشه در جامعه خود یک حس کنجکاوی باید داشته باشه درباره چیزهای ماحولش، در ماحولش که خبر شوه که چی داره، مثلا ماحول چی داره، تو یک حواسش پرت نباشه، متمرکز باشه. متمرکز باشه. چی را پیدا کردی در ماحول که تو به دلت باشه و به دلت چنگ زده باشه؟ کدام چیز خاصی پیدا نشتم، تا فهمیدیم که هنوز جامعه ما به حد رشد نرسیده. باید ما کوشش کنیم تا جامعه خود به حد رشد برسانه و یک کم پیشرفتش بتیم. اینمی باعث حس کنجکاوی آدم بیشتر میشه. بیشک بیشک. ادیب جان از خود قصه بکو که متعلم هستی، حتما دیگه اصلا رو سن سالت معلوم میشه که متعلم هستی. متعلم صنف چند مکتب هستی؟ متعلم صنف 11 مکتب هستم، در صنف مقام اول دارم. نام خدا مقصد ما باز از مکتبت پرسار میکنیم. نه مشکل نیست. یک چیز از اینجا پرودوسر ما تیار به میکاراشش تا که نفر بگه که ما اینی کار کردیم، میگه برش بگه که ما پرسار میکنیم. نه شاید هم یالا صنفی هم اگر ببینه میفهمن. نه میفهم که بچه لایق هستی، به خاطری که توی وسایل های رک ساختی کار ساده نیست، حتما انرژی مصرف کردی، خلاقیت به خرج دادی. ادیب جان بر ما از این قصه بکو که در مکتب با کدام مضامین علاقه داری و بیشتر کدام مضامین در مکتب خوش داری که زیاد مطالعه بکنی؟ در مکتب بیشتر به مضمون فیزیک و انگلیسی بسیار علاقه دارم و همین مضمون فیزیک بوده یا
که در ابتدایش حرفه بود مرا در می کارا خب به می کارا تشویق کرد باز. فیزیک همی وسایل که مثلا زیاد مدرن و پیشرفته است یا تانک که آدم می سازه یا وسایل دیگه کلش دیگه مربوط فیزیک میشه که باز در این کارا روسیه زیاد مقام اول داره، زیاد پیشرفت داره در فیزیک. خودت این وسایل هایی را که ساختی دیگه مکتب درس های مکتب هم یک کم اتون برد کمک کرده که یک ذهنیت برد بده که این وسایل ها را بسازی؟ بله، یا انگیزه و شروع کار اصلا مکتب بود که آدم در مکتب شوق میگیره، علاقهش در مکتب شروع شد تا که آدم به این کار روی آورده. از کجا انگیزه گرفتی که تو چیزا باید بسازی؟ انگیزه اصلا کل چیز از مکتب شروع میشه. توکلی در فکر آمد؟ نه، استاد حرفه ما بر ما وظیفه داده بود تا چیز تکنیکی بسازیم. خواستم این وسایل خرد و ریزه و ترفند بساز، پکگک بساز، از این چیزها شروع کردم و شوق علاقه بود که تا اینجا رسیدم. اولین چیز را که ساختی چی بود؟ و ترفند ساده و خردترک بود. و ترفند ساده و خردترک از وسایل ابتدایی؟ از وسایل ابتدایی. بازاب هم میکشید؟ بله، کم میکشید دیگه. بسیار خوب، نام خدا ادیب جان دیگه. یک بچه بسیار لایق، بسیار با استعداد است. گفتن که در مکتب هم اول نمره است. موفقیت های بیشترش خواهان هستیم. ادیب جان بیایی که بیننده ها منتظر هستن بر ما با معرفی بگی وسایل های تا که چی چیز ساختی ای کلش بر ما و بیننده ها معرفی بکن. من تقریبا بیش از 3 چیزای تکنیکی دارم. بسیاریش فعلا در خانه است آوردم، به کابل مشکل بود از همون خاطر. کارت ببخشید دوستا، او کارتنک شما میجه است که دیگه مکمل آورده دیگه، زیاد هم نمیشد که بیاره دیگه، عمقی که شاورده میشد امور آوردی دیگه. بله، یا این هر کدامش از خود یک کاربرد داره. دوزگیر دروازه از پنسل تراش برخی است و دیگه گیم است، کلای سولاری، اسکواتور، همین رقم چیزای کاربردی. بسیار خوب. خب بیای که از چی شروع بکنیم؟ از همین اسکواتور شروع کو کته وسایل شروع پیش خودت یک کم ذره کشکو بگی بر بینده های عزیز معرفی بکو که چی کارا را کرده میتونه و چی رقم کاربرد داره استفاده میشه. این اسکواتور است که نمونه خرد شمیال ساختیم، کار میکنه از سیستم هایدرولیک. بسیار خوب. نام خدا، نام خدا، بیشک اینه دیگه. فقط که همی زمین نرم باشه دیگه، یک دهنه میتونه که یک گلان بالا کنه، بلیا میشه بالا بکنه. یعنی نظر و اندازه و توان خودش میتونه. اتونیه که بند بانه و تو کش کنیش تق میده نه، کش میکنه، کش میکنه، کش میکنه. بسیار خوب. این اسکواتور از چی ساختی ادیب جان؟ این اسکواتور از سرنج، پیپک های سیروم و چوب و کارتن از میشه. از مسائلی که بیخی یعنی مردم دورش مندازه، خودت گرفتی دیگه ایتی چی ساختی. اینی را میگن دوستا صنعت، که ادیب جان وسایل را که مثلا ما و شما استفاده میکنیم و پس از استفاده او را در زباله‌دانی میندازیم، یعنی دور میکنیم، چیزهای غیر استفاده میباشه. ادیب جان اون گرفته یک اسکواتور بسیار زیبا را جور کرده که ما شما دیدیم. ادیب جان، این اسکواتور خو از چیزای گفتی که ابتدایی ساختی، بله، چقدر هزینه ای برداشته، چقدر مصرف آمده؟ چیزا او هزینه نداره، گرچه داره از اینا شاید یک 200-300 افغانی مصرف شده باشه، ولی زحمت خیلی زیاد کار داره. بله، من تقریبا نمیره 2-3 هفته شده که سر ازی کار کردم. البته یعنی پیش از اون بله. بسیار خوب، بسیار خوب. اسکواتور از دیگه پایپ چیز است، همو چوبک های آسکریم هم فکر کنم استفاده کردی؟ بله، چوبک های آسکریم از چوب های چفتی است، از همین چیز هست. اگر فرصت برای شکل عیار شوه و وسایل مکمل یک اسکواتور به می اندازه، وسایل اسکواتور برای آماده شوه، میتونی که یک وسایل یک اسکواتور به شکل پیشرفته هم بسازی؟ بله، یا اگر وسایل و زمینش معیار شوه تا بال دولت فیلی یا کسی از تجارا یا از بزرگا خودت حمایت کرده آمده تشویقت کرده؟ نه خیر، تا بال نه دولت، نه کدام مرجع و نهاد، هیچ کدام امکان، هیچ کدام ارگان خودت دیگه تشویق نکرده و نه آمده پرسان نکرده، نه حمایت مادی، نه حمایت مالی. انشالله بعد از این برنامه دیگه که کلگی خواد دید حتما تشویق تو هم خواد کرد و چی میگه سپوت مالی تو هم خواد کرد که خودت انشالله چیزهای بهتر و بهترتر بسازی. اسکواتوری که ساختی مثلا هر کدامش ریموتکی، هدف می است که لینکی امرای یک دیگه وصل است، مثلا از امی سرش گرفته تا آخرش، این چیزایی که استفاده شده این لین تیر است یا چی رقم؟ نه، این از سرنج است. سرنج مثلا دو سرنج با هم وصل است، که پایپ سیروم وصل می باشه، یک نوع سیستم هایدرولیک است که ما یک سرنج آب شه به دیگه سرنج انتقال میتیم و این کار میکنه. خب باز داخلش رنگ انداختیم، رنگایی که باید تفکیک شه و قاشقکش به کدامش وصل است یا که تو میخوره در کدامش وصل است فهمیده میشه. بسیار خوب. بیره چی وقت ساختی؟
پیش از آمدن به کابل به خاطر برنامه تلویزیونی که دعوت شدم. بسیار خوب. خانه تان در کجاست؟ اصلا از ولسوالی اندخوی فاریاب هستیم، ولی چند سال میشه مزار شریف زندگی میکنم. مزار شریف در داخل شهر مزار شریف؟ بله، در داخل شهر. بسیار خوب، بسیار خوب. چطور حال هوا بود در مزار شریف که می آمدی؟ مزار شریف کاملا خوب و خوب بود دیگه. بدون شک مزار شریف دیگه یکی از ولایت‌های زیبای افغانستان است. شهر مولانا، دیار مولانا، همچنان یک گرمی خودم داره. گرمی بود؟ بله، گرمی است. انشاءالله به خاطر گرمی هم یک چند چیزی است بتانه که مفید باشه. که دوستا بتانن، مثلا خودت بتانی یا دیگرا، بله. اگر آپدیت شجور کرده بتانن که استفاده بکنن. بله یا. خب باز یگان وقت که مثلا رفیقای حتما در مکتب رفیقم داری دیگه. بله. باز رفیقایت خواهش بکنه که وسایلکایت به حرکتت مکتب میبری. آه انشالله میبری. والا باز در مکتب زیاد گردوردی میشه، مقصد از این چیزا نبر که اوجه مشکنانن. آه بسیار، باز مکتب کلگی میخوای ببینه، از امون خاطر باز خراب شاید امکانش باشه. به خاطر همین دوستایی را عامیانه گفتم که یگار وقتا در مکتب زیاد آدم شوخ می باشه دیگه. وسایل که ببری او ولا ادیب وسایل جور کده ایره او سوپر تو ایره او سوپر تو دمی کچه دمو طرف و ای طرف ای باز مشکنه و خودت گفتی که زیاد زحمت کشی سرش. بسیار خوب. در خانه ادیب جان عزیز کی زیاد تشویقت میکنه و کی زیاد پشتیبانت است که کارهایت که میبینه بسیار خوش میشه؟ در خانه کلن کل فامیلم تشویق میکنند، می حمایت فامیل و تشویق فامیل بود که تا اینجا رسیدم و خصوصا پدر جانم بسیار تشویق میکنه که کارا را بسیار ادامه بدم و دوباره پشتش بگردم و چیزای زیاده بسازم. بسیار خوب، بسیار خوب. ادیب عزیز گفتی که خودت صنف 11 مکتب هستی. بله. برای کنکور بخیر آمادگی اساسات میخوانی چطور؟ این تا فعلا خونه میخوانم بخیر، بعد از این پلان شده دارم انشالله همین چیزام یک کم توقف بدم، کم آمادگی کنم. خب دیگه بخیر چی اراده داری که بسازی؟ دیگه انشالله پلان های زیاد است اگه حمایت شد و زمینه موادایی که کار داریم که در اینجا پیدا نمیشه کسی بر ما بخواه و مهیا کنه انشالله. چی چیز کار داری؟ بگو در این برنامه که دوستا ببینن. نه مثلا آردینیو کار دارم. آردینیو یک بلیا. چیز خاص دیگه سینسور است دیگه، بعض موتور است که در اینجا هیچ کدامش پیدا نمیشه. مثلا در خارج چین، هندوستان در اینجا پیدا میشه، کسی نیست که همکاری کنم این چیزها رو بر ما بخواه. سپورت بکنه و خودت بخواه و خودت چیزهای پیشرفته تر بسازی. مثلا یک حینه کوشمند است برای دریوران، تا ای که مثلا ما خبر داریم بسیاری حادثات از این میشه که دریوران دخواب میره و یک حادثه ترافیکی رخ میده. یک عینک است که دریورا رو نمیمونه تا به خواب بره، یا عینک کوشمند برای افراد نابینا است که بتونه راه را تشخیص بده. همین قسم بسیار وسایل است، یا وسایل امو جارو برقی و همین رقم وسایل زیاد است که آدم بسازه، اما زمینش نیست که آدم بسازه و جور بکنه. بیننده های عزیزی که همین اکنون تاشام بیننده هستن و گپای ادیب عزیز شنیدن، امید که امرای ادیب عزیز هماهنگی بکنن و همکاری بکنن و چیزها و وسایلهایی را که کار داره برشان آماده بکنن، تا اینکه وسایل پیشرفته تر جور بکنن و بخیر یک وقت در رسانه های بین‌المللی ظاهر شوی به نمایندگی از افغانستان، مثل تیم رباتیک ما که یک تیم بسیار فعال است، بسیار جوان است، و تیم دخترای رباتیک ما البته که فعلا هم در خارج است، به سطح بین‌المللی اونا نمایش اجرا میکنن و وسایل را که جور کردن بسیار به سطح بالاست و حتی جهانیان بسیار یعنی سرشان سخن زدن، صحبت کردن که افغانا واقعا تعداد هر کار را دارن. ادیب عزیز اگر بر خودت انشالله زمینه مساعد شد، بیشتر هم گفتی که میتونی بخیر وسایل پیشرفته تر تام جور بکنی، همراه تیم اکروباتیک دخترها، البته رباتیک دخترها تماس گرفتی یا اونا همراه خودت تماس گرفتن که تشویقت بکنن و از خودت مثلا دعوت بکنن که همراهشان کار بکنی؟ نه، تا بال او رقم یکان دعوت و یا زنگ و تماس نامده. تابال نامده. بخیر، برنامه که نشر شوه دیگه هموطنان عزیز ما که بیننده هستن و میبینن انشالله که اونا هم تماس بگیرن رای خودتو، میتونه که رهنمایی های را بر خودت داشته باشه که مثلا اونا از کدام وسایل از تجربه هایشان هم رای خودت شریک بکنن. ادیب عزیز بر ما عزیز بگو که ایره مثلا ای ذهنیت از ایره چطور پیدا کردی که ای رقم یک سکواتور به این شکل ساخته میشه؟ ایره در اینترنت دیدی یا خودت دیده بودی یک جای؟ چی رقم؟
زمانی که ما مثلا اسکواتورهای بزرگ میبینیم یا یک چیز بزرگ میبینیم، ذهنیت آدم بر ما پیدا میشه تا امیر یک نمونهش حداقل بسازه، یک کس ببینه یک مثل یک چیز تزیینی واره نمایانش خوب است. یعنی از چیزای کلان دیده خب اسکواتور کلان دیدی را با بله اسکواتور فقط یک رنگ شاید فرق داشته باشه، که رنگ نارنجی است رنگ از چوب و چیا از چوب و بله. چیزا از وسایل ابتدایی ساختی تا چه اندازه مثلا خودت میخوایی که بخیر وسایل های جدید را بسازی و از وسایل ابتدایی بسازی؟ خودت گفتی که پیشتر که مثلا میخوایم که از وسایل مدرن هم استفاده بکنم بسازم، دیگه تا چه اندازه میخوایی که از وسایل ابتدایی کار بگیری و نوآوری بکنی؟ از وسایل ابتدایی میخوایم تا اندازه از وسایل ابتدایی و دورافتاده کار بگیریم، به خاطر که بسیاری ها چیزایی را به زبالدانه میندازه که میگن بر ما کار نیست یا نمیخوایم ایره استفاده کردیم. ما میتونیم امیره دوباره بگیریم و یک بار سرش کار کنیم و دیگه قسم بسازیم، ایره میتونیم خوبتر بسازیم، به خاطر که وسایل زیاد اوقدر دورافتاده نمیباشه، باید ازش استفاده هم کنیم یک کمه. دقیقاً بخیر انشالله که موفق باشی. دوستای عزیز شما یک وقفه کوتاه بگیرین و زود زود برمیگردیم. چیزای دیگه عجیب جان وسایل های شیجه هست بخیر که بر ما شما با معرفی بگیره. شما یک وقفه کوتاه بگیرین و دوباره زود برگردیم. دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. ادیب جان هنوز هم در برنامه با ما هست و وسایل ها و ابتکار ها و خلاقیت های را که کرده هنوز هم باقی مانده که بر ما و شما به معرفی بگیره. ادیب جان وسیله دومی را که میخوایی بر ما دوستا و بیننده ها بر معرفی بگیری کدام وسیله است؟ این وسیله است بسیار مفید است. ایره دوستا فکر نکنه که از چوب ساخته شده شاید استفاده نتانیم. ما در خود خانه خود ما نصب کردیم استفاده میشه، یک چیز محافظتی است. این دوزگیر است، فقط اینه ایره دروازهش به خاطر ساختیم تا دوستا بهتر بفهمند. تیار دروازه هم بله کردی برش. ایره در دروازه نصب میکنیم، ایره هم در اینجا وصل میکنیم. هر کس دروازه را خدای نکده کدام دزده یا کدام تا به اجازه دروازه را باز کرد الارم میتا بر ما. یعنی یک چیزی هوشداری است. بله هوشدار است. این اگر در دروازه خود نصب کنیم میتونیم، یعنی تک تک کنه خب بازی رو نمیکنه دیگه. نه مثلا فقط از طرف شما این اگر باز میمونیم باز میشه، بستمش مشکل نیست. باز فقط از طرف شما فقط اینه میگه که شد اینجا. اما ببینید چقدر یک ذهنیت خوب، اگر مثلا دمو جایی که دمو ساختمان های پیشرفتی دنیا که وقتی در یک جای نوشته باشه که اجازه نیست، وقتی که ما داخل میشیم یا در اوج مردم داخل میشن اتومات امو زنگ هشدار روشن میشه. ادیب عزیزم دیگه از اموج همانند امو دیگه یک چیز را ساخته و هشدارگونه است دیگه که بدون اجازه کس نمیتونه در دروازه هشدارگونه فقط نمیره. اگر نخواهیم کس وار شه می نمی چی شه وصل میکنم دمی جمع میمونی فقط در باز یک ترای بکو که اینا. نام خدا نام و او تو مگه کس چی است؟ این سیوچ است. خب سیوچ شاف میشه آن میشه آن میشه و آف میشه. بسیار خوب ادیب جان، این وسایل دیگه از تخته ساختی و از سویچک و میخ و چیزاتش استفاده کردی، هزینه چقدر شده؟ از اینه ازی تقریبا یک حدود 700 افغانی شده، به خاطر که چوب او را جور میکنه پیش یک نجار. ما خو او تو برمه و رای خوب ندارم که او را خودم ورش کرده چی کنم، در یک نجار میبانم. من فقط مثل یک دروازه کوچک و یک ترش دادم امیر خم جور کرد با زنگ و چیزایش داخلش خودم کلن چی کردم. بسیار خوب. اینه که ادیب جان وقتی میسازی اول در ذهنت یک فرضیه واره میه، یک طرح واره میه که باید چیزها رو بسازی بس. بعدش رویش کار میکنی و میسازی و به اتمامش میرسانی بس. امیرقم؟ بله امیرقم، با اول یک ابتداییش میسازیم چی رقم میباشه، باز سرش پوشکاری میکنیم که معلوم نشه داخلش یعنی چی وسایل استفاده شده، یک کم پوشیده وانه خوبتر می باشه، هم زیبا معلوم میشه. اگر کلن چیزایش معلوم شد یک قسم خوب معلوم نمیشه. خوب معلوم نمیشه. باز میتونی که مثلا در رنگ هم بتی که خوب دیگه هم جذابتر شد. بلی اگر از رنگ هم استفاده کنیم خوبتر میشه. باز دیگه مربوط کسایی است که میخرن استفاده میکنن. بلی ها میخرن. که رنگ میتونن استفاده کنن. یا فقط بر نمایش است، اگر باز بخرن و چی کنن شاید طرحهای دیگه ای را پیش ببره. تو هم شده که مثلا زیاد ساخته باشی برای کدام مغازه بر دکان بخاطر فروش داده باشی؟ نه تا بال بخاطر فروش از این کار نکردم، فکرام نکردم. اگر باز فروش شاید دیره من از آین بسازم بخاطر که قوی تر باشه. خب اگرچه از چوب هم استفاده میشه ممتاز باز از آین آینیش محکم تر میشه. اگر باز بخیر جور بکنی و بفروشی دلت است یا ارادیت است که بخیر چند سودا بکنی؟
دیگه شال هر چقدر که مصرف شما دیگه یک کم فایده خودت باز دیگه بله یا نظر به زحمت خود ما دیگه یک کم میگیریم. یام ایره در چند چقدر وقت ساختی؟ ایره ما تقریبا یک و نیم سال پیش همیره ساخته بودم منتا شکل ابتدایی بود. بله یام یک هفته دو هفته شده من هفته یعنی در یک روز زیاد کار نمیکنم حدود دو سه ساعت کار میکنم سرش از طرف صبح و از طرف دیگر میشه بازم. خب بسیار خوب ادیب عزیز عزیز قصه بکو که در خانه در کارهای خانه سهم میگیری امرای مادر جان امرای بله فامیل. در کارهای خانه کلا سهم میگیرم کمک میشم و همچنان نی درس هم میخوانم نی کارام میشه یعنی نظر به طبق تقسیم یعنی اوقات پیش تقسیم اوقات داری دیگه حتما بله از صبح که بخیزی چی میکنی مثلا مکتب میری بله. بعدش که بیای چی بکنی حتما یک تقسیم اوقات کامل داری بگو برای کسایی که برای جوانایی که میخواین مثلا انگیزه بگیرن و مثل ادیب جان واره هم خلاقیت به خرج بده هم مکتب بخوانن و هم بخیر در آینده مصدر خدمت برای وطن دارای عزیز شوه ادیب جان بگو برای هموطنا تقسیم اوقات که از صبح بخیر از صبح که وقت میخیزی تا شام چی تقسیم اوقات داری چی چیزا رو انجام میدی صبح مثلا میخیز آدم نماز میخونه کم مطالعه میکنه بعد از اون مکتب ما قسمی است که از 7 بجه تا 10 بجه میباشه حکم نان مکتب خصوصیتی است اصلیت نه مکتب دولتی است نان میخوره بعد از اون طرف مکتب میرم بخیر باز از یک مکتب اومدم کم آدم یک سرگرمی شد یک کم تلفون هم میبینه بله یا بعد از اون نان چاش بعد از اون نماز یک کم استراحت باز درس میخوانیم چیزهای تکنیکی رو جور میکنیم باز شب هم درس تکرار میکنیم همین قسم تقسیم اوقات داریم بسیار خوب نام خدا ادیب عزیز یک نوجوان بسیار فعال است دیگه که هم تقسیم اوقات خود بر خود جور کرده هم در کارهای خانه سهم میگیره هم همراه پدر و مادر کمک میشه و همینه تو یک خلاقیت به خرج داده که چندین وسیله را هم ساخته نوجوانای عزیزی که کودکای عزیزی که برنامه را بیننده هستن از ادیب جان یاد بگیرن و امیر رقم با انگیزه و پرمفهوم زندگی را پیش ببرن و هیچ وقت ناامید نشه ادیب عزیز در خانه شوخ هستی یا امیر رقم آرام؟ نه آرام هستم شوخ آرام هستی؟ بله یگان باز از فامیل بگوین که چند نفر هستین که باز ما سوال دومی به می سوال ربط داره که پرسان بکنم فامیل چند نفر هستین؟ فامیل 9 نفر هستیم 10 نفر شدیم دیگه بله خب 10 نفر چی رقم شدیم؟ یعنی بیادر و روسی کرد بله خب بسیار خوب بسیار خوب چند نفر هستین چند برادر و خواهر؟ 5 بیادران هستیم 2 خواهر دارم خب پدر و مادر بله پدر بسیار خوب بسیار خوب در خانه که خودت گفتی عاجز هستی آرام هستی برادرای کلان سرت یگان وقت پتکه میکنه که بخی و بیادر این طرف بشی بیادرم خیلی شفقت داره خیلی بر مترام میگذاره به خاطر کارهای تکنیکی دارم کمک میکنه. راست بگوستم بیننده های جوان زن میبینه. امیال یا مگه نه خانه نزدیک است تنها آماده میتونستم. خانه تان بریم که ببینیم. خانه نزدیک است ولی بیادرم امرایی کرد پدرم تا موتر آورد اینجا. یعنی اترام میکنن زیاد. بله. یعنی ادیب عزیز در خانه ناز میتن که ادیب دیگه یک نوجوان مخترع است دیگه انشتین افغانستان است تقریبا دیگه ادیب جان در خانه مثلا کارهای را که انجام میتی یا امرای مادرت که کمک میشی در آشپزی کمک میکنی جارو میکنی دسترخوان جمع میکنی و میبری چی رقم نه خانه را یک کم جمع جور میکنم دیگه او یک چیز اونجا غلطی دیگه یک چیز اینجا امینا را جور میکنم دیگه سودای بیرون اگه باشم میارم من میرقم کارهای سودای بیرون دیگه زیادتر شاید خودت بیاری یگان گاز یگان دوکان کار میداشم همینا را بسیار خوب گفتی که انگلیسی هم میخوانی انگلیسی را خلاص کردی یا در جریان هستی انگلیسی را تقریبا 4 سال پیش بود یک بار خلاص کرده بودم یعنی در کورسای ابتدایی بود بعد از اون یک مره خواندم باز حالا نمیخوانم خب چطور است که یک گپ بزنیم نو پرابلم که دوستان نگوین که شما دیگه هر نفر که ببینید که انگلیسی بلد است که مستقیم انگلیسی که بخاطر که تشویق شوند دیگه جوان ها ببینند که یک بچه مثلا یک نوجوان مثل ادیب عزیز البته هر دفعه نام شام غلط میکنم خیر یک نوجوان مثل ادیب عزیز چقدر کارها را بلد است هم خلاقیت به خرج میده هم در مکتب اول نمره است هم انگلیسی را میاد داره بچه‌ای که ادیب میبینن انگیزه بگیرن تا اونا همین کارا را انجام بدن و موفق شوند خب ادیب جان could you speak English yes I can speak English but not fluently just I can solve my some problems Fine, don't worry. From where that idea came in your mind, you should make this a lot of important things. If I see in my society that we have more problems, and then I think the solution of these problems, and I start to make something that can help our people.
can help our people. Fine, yes. Really good. And inshallah, I appreciate it from all of these things you make and bring with yourself here to the program and show for the all viewers of our TV. ادیب عزیز به انگلیسی هم نام خدا ماشاءالله بسیار خوب هستی و از اینجا قصه بکو که در زمانی که مثلا بیکار هستی از مکتب آمدی کارهای تخلاص کردی درسای تخاندی یگان نواوری ها را به خرج دادی و کارها را خلاص کردی در زمان بیکاری چی میکنی؟ در زمان بیکاری قبلا کم کمپیوتر و گیم بازی میکردم ولی حالا کدام گیم ها را زیاد خوش داری؟ گیم جی تی وی دیگه می کمپیوتر میزنی؟ بله در کمپیوتر کتی گیم های آنلاین خود سر و کار نداری؟ نه کت آنلاین من فکر میکنم بسیار وقت مصرف میکنم زیاد وقت پبجی مبجی خود نمیزنی؟ نه نه او چیزا خوشم نمیاد زیاد مثلا باز ما در بیرون از بیادرت پرسان میگیم نه نه فقط یک تلفن خورترک دارم اون پامیشی نمیگیر نه کدام چیز میگیر خوشم ندارم یعنی خودت میگی که اگر تلفن هوشمند داشته باشی از کار شاید بکشه خودت نه هوشمند خدا را ممتاز تو تلفن ندارم که گیم بگیره و داخلش هر چی گیم ها باشه و وقت خود ضایع کنم و رقم مصروف نیستی مصروف نیستی و مصروف نمیکنی خود بله بسیار خوب فامیل که وقتی میبینه کارهایت که زحمت میکشی هم خلاقیت میکنی و نوآوری میکنی هم در مکتب اول نمره هستی اون انگلیسی تو هم خوب است چی میگه پدرجان و مادرجان برات خودت چی میگه تشویق میکنن زیاد تشویق میکنن تا که بیشتر رشد کنه و انگیزه میتن خلاصه حمایت زیاد میکنن حمایت فامیل در خانه مثلا یگان وقت که یگان هوسانه را پخته میکنه تو به شور و شوق میای میخوری تو یگان چی میگن با اصطلاح عامش بیچشمی میکنی یا سم زی ستره میشین تا که برسه باز میخوری نه ما کلا یک کم مثلا چی هستم زیاد میخورم یک کمی چی کم بوی هستی زیاد میخورم ممتاو که مثل بعضی ها میگه چشم گوشته او رقم نیست او رقم نیست اگر زیاد میخوردی خونم معلوم میشد دیگه لاغرک هستی امرای ورزش چطور هستی؟ ورزش میکنی؟ ورزش چی دروغ بگویم ورزش نمیکنم بعض وقتا بگو خودم دو استخوان هستم دیگه ورزش فقط دیگه از طرف سو مکتب میرم و می ورزش حساب شو میشم بسیار خوب و می ورزش حساب میشم باز دیگه کوشش بگو که پیاده برو پیاده بیا به خاطر که هم پیسه برات پس انداز میشه میتونی یک چیز امرای وسایلت کمک بکنه و هم ورزش شد بله بسیار خوب اگر ورزش مثلا در ورزش ها چی دوست داری کدام بازی ها را دوست داری کرکت است و فوتبال است و چی چیزا دوست داری زیاد فوتبال خوش دارم بله میبینیم فوتبال میبینیم ما خوش کدام علاقمند کدام تیم هستی ریالی هستی یا بارسایی نه تیم بارسلونا خب بارسلونا بارسایی هستی دیگه بله مقصد پرودوسر ما خوبه میت یک ریالی محکم است که بعد از پروگرام امروز خودت کدام دعواش نخیده نه خیلی باشه کی را دوست داری در بارسلونا تقریبا یک سال میشه فوتبالش تقریبا نمیکنم ممتو اگر کدام تا پرسان کد کدام تیم مورد علاقه است بارسا میگم بارسا خب یعنی کدام امو لیونال میسی دیگه لیونال میسی دیگه امو دیگه بارسا که مردم میگن دیگه به میسی میشناخت البته حال رفته دیگه از بارسلونا رفته خبرم ندارم خب تو خبر نداری خبر شده دیگه میسی از بارسا رفته متاسفانه ادیب عزیز بخیر بعد از وقفه برمیگردیم روی از ریموتک و چیزهای دیگه که ساختی حالا یک وقفه میگیریم بعدش روی صحبت خواد کردیم بینیده های عزیز شما یک وقفه بسیار کوتاه بگیرین درباره وسایل که دیگه وسایلی که ساختن مثلا دستگاه سیوم همراه ادیب عزیز صحبت میکنیم یک رفت و برگشت کوتاه و زود برمیگردیم دوباره خوش آمدین بینده های عزیز ادیب جان هنوزم در برنامه همراه ما است و درباره وسیله سیومی را که ساخته و در برنامه همراه خدا آورده صحبت میکنیم ادیب جان دیگه چیز آوردی در برنامه و برای ما و دوستان به معرفی بگی درست است این یک گیم است این ایران به خاطر اطفال ساختیم و به خاطر میشه دیگه هر کس استفاده کنه خودت دیگه طفل هستی اون بعد دیگه به خاطر اطفال چرا درست است به خاطر هر کس یعنی استفاده خود من استفاده میکنم یعنی که مردم زیاد تلفن مصرف نباش از گیم ما استفاده کنه این گیم قسمی است که ما ایره باید از میله عبور میتیم اگه بخوره باز اینجا چراغای روشن میشه میسوزن خب خود انجام بده که تا کجا میتونی بشک ما زیاد تمرین داره دیگه خود اون خورد مرا بده برام بده که ما دوستا ببینن که من چطور میتونم یعنی اول خب باید ریورس ببرم اینجا شروع کنم دوستا شما ببینین که من تا کدام حد میتونم که گیم میتونم انجام بدم یعنی خدا می کارا خدا بازیات بسم الله دور نمیخوره دیگه خوب بیخی
کانغشی باری میکنه نخورده ندید کسی ندید برای آنها دین یک دفعه دیگه هم خورد نه یه چیز است چرب است یک کمکی هی دستکیش نه نخورده تا بار کسی ندیده البته گفتم کسی ندیده ها یکی ما و شما بیننده ها هستیم برای آنها داره خیرم از خود است آه نه بدون چراغک نه بیادر دو سه دفعه خورد نه این رقم مردم انجام میده سهی شد بسیار خوب یعنی این گیمک هست دیگه بله گیمک این سوی چک شام دارم میتونی که اگر بزنم خاموش میشه بله اونو سی چه چی شام بزنی بینه کیره اینه میره نه بالایی شام خوب این میره بسیار خوب اینه دوستا یک گیم بسیار متفاوت و یک گیمی که میتونیم مثلا اگر بیکار باشیم در خانه فقط بگیریم میره این طرف ببر و اون طرف ببر یک گیم چالشی است بیشتر که بین دو سه نفر میتونیم اجرا بکنیم این ذهنیت از کجا شد؟ این ذهنیت آدم بیکار میشینه یا ما اولا نویره خود تو گفتی که بیاد دور دیگه زیادتر مردم در خانه بیکار هستن کارتون مستر بین اگر دیده باشین از این گیم استفاده میکنه باز ما هم کوش کردم ببیره ساختم بسیار خوب بسیار خوب چقدر مصرف سرش آمده؟ مصرف از این تقریبا شاید یک 780 باشه داخل زنگ هستم تا زنگش در وقت آوردن به کابل خراب شده خب بله اگر نه زنگ هم میزد در خب که باز میخوره یک صدا میده بسیار خوب امی دوستا به خاطر این پرسان میکنم که چه قصرش مصرف آمده به خاطر که ادیب جان دیگه محصل مکتب است فقط از امو درآمد خود پدر جان کتش کمک میکنه یا خودش بلیه. که جمع آوری میکنه و پس انداز میکنه این وسایل ها را میسازم به خاطر که بیننده ها ببینن و امرای ابیبی عزیز کمک بکنن تا اینکه وسایل های پیشرفته تر و خوبتر را بسازه و حتی وسایل بسازه و به بازار عرضه بکنه تا که هماتان عزیز از پیش استفاده بکنه ادیب عزیز دیگه چی مانده؟ این کلاه سولاری است این ما وقتی که در مزار خیلی گرم هم است در هفته قرار میگیریم پکش اتومات روشن بشه در برق و بطری ضرورت نداره فقط اینجا سولار داره پکش روشن بشه فقط کلاه تپرت دیگه این شمال کلاه رو میندازیم نه کدام موارد داره که بگویم به چی ما میخوره چی میکنه اتومات خب چالان میشم یاله ول برق آفتاب نیست آفتاب نیست خب که در هفته بگیر اتومات چالان میشه اتومات بسیار خوب بسیار خوب هفته و اگر نیمی تو یک هفته و مصنوی ها میده که جور بکردیم برای خود تاله نشان میده بسیار خوب دوستای عزیز باش که امیرون برای شما یک نشان بتم که چقدر ادیب عزیز نواوری کرده کلاس دیگه اینجا یک سولارک است اینجا مستقیم که دفته و میگه بخورن اینجا بر شمال ایجاد میکنه و چهره را دیگه شاداب و مرغوب نگه میداره و در مزار گفتی گرمی است در ولایت هایی که گرم سیر هستن ادیب جان که وقتی از این چیزها زیاد ساخت شما بگیرین و استفاده بکنین این را بپوش فقط بله پکا کدام میره یه ضرورت نیست شاگردای مکتب ضرورت داره خصوصا شاگردای مکتب بسیار خود دیگه غمی هم شاگردا را خود غمای مردمایی که کار میکنن اونا میتونن استفاده بله کنن بله مثلا زیاد دادم میبینه کسایی که امی آیس کریم و چیزا میفروشه در اینا مادم زیاد توجه میکنه بسیار دگرمی هست امینا مگه میتونه استفاده کنه بسیار خوب است حداقل یک کم کمک را میکنه از گرمی محافظت میکنه سر ازی فکر کنم مصرف کم شاید آمده باشه مصرف فقط کلار نه این یک مصرف عمده داره به خاطر که سولرای خورد دینج پیدا نمیشه من مجبور یک چراغ گرفتم مورا چراغ شلایده گرفتم سولر شلایده گرفتم از همون خاطر مصرف از یک کم بلند رفت چقدر مصرف آمده سرش این تقریبا یوم 600-700 شده بسیار بالا بسیار بالا خب اگه بازی را اگه جور کنید اگه مثلا شکل جور کو که به خاطر که افغانستان خو یک کشور غریب است و هر کس باز نمیتونه که ازی بخره و 600-700 افغانی اینه باز مثلا میشه که شکل جور بکنی که مصرفش بسیار کم مثلا کس با ما همکاری کنه سولرای خورد در چین و دیگه هندوستان پیدا میشه بله ارزان پیدا میشه اونجا مجبور نیستیم که یک چراغ بگیریم و خراب کنیم اینجا فقط یک سولر خورد پیدا میشه شاید ارزان هم بیاید که پیدا نمیشه بله پیدا نمیشه دیگه چی چیز جور کردی عدیب دیگه عزیز. ایام یک وسیله است به گفته بعضیا یک وسیله برای افراد تنبل است زمانی که آدم گروپ از طرف شب خاموش نمیتونه که میره بخیز و خاموش نکنه خب یارا چی یک وزیلی ساختیم بله اینجا که ریموت خاموش میکنیم روشن میکنیم خاموش میکنیم روشن میکنیم هیچ نیاز نیست که بخیزیم از قصره چند میشه یارا میشه که با خدا میره که اگر
امیره فکس، امیره فکس بر ما ساخته. پرودوسر هم در گوش میگه که چند نانه داره بخرو میدر که من میگه بیخی خیسته لا میتارم که مشکل نیست امیره، توفه میتون خریدن. زنده باشین، تشکر نه لطف کردی. باور کنین دوستا که یک وسیله های را ساخته ادیب عزیز که بسیار کارآمد است. امی کلاه پکدار که ساخته چقدر کارآمد است. مثلا متعلمینی که میره به مکتب بسیار واقعا گرمی می باشه، بعضشان پیاده میره به مکتب. کلاه را بگی فقط در سرت کو شمال و چیزی که را که مثلا ساخته که گل میکنه گروپ رو روشن میکنه، فقط این دیگه اویزان باشه، نصب باشه در دیوار. فقط ایره ما به خاطر نمایش ساختیم که پلیس هیچ هم از دروغ اینجا موندیم. فقط این همی کارتنه که میگیریم در پلیس هیچ میمونیم. یگان وقتا خودت نشده که مثلا خودت امرای بیادر کلانت خو شده باشی برد بگه الله بخیم زیاد همی کار زیادم. خب از امیجا ایره ساختیم، از امیجا ساختیم. زیاد که بخی تو خاموش که تو خاموش که باز این همی اگه کتریموت باشه در جای خواب تو بالا بگی امی چیز وسیله را و برای بینده ها نشان بده که چی رقم میشه. چقدر یک وسیله کار آمد ریموت هم از فاصله 10-12 متری کار میکنه. 10-12 یعنی داخل اتاق هم بیشینی فقط بلیو. یک سویچ کو اگر مثلا دو برادر بسیار تنبل در اتاق باشه که دلشان نشد فقط دیگه پچق کنه گروپ اتومات خاموش میشه. بسیار یک وسیله کار آمد. نام خدا ادیب عزیز بسیار زحمت کشیدی. دیگه کدام وسیله مانده؟ بله یاد ای پاوربانک است که سیم یو اس بی پاوربانک وطنی دید که سیم یو اس بی در تلفون وصل میکنیم تلفون چارج میتن چارج میکنن؟ بله یا استاندرد است. مثلا یک بار شاید بطریش پر باشه یک تلفن دو تلفن چارج میکنه. بله نام خدا. دا چی چیز استفاده کردی؟ این داخلش بطری است دیگه، جای چارج پاور بانک. بطری موبایل؟ نه بطری های نو ولت. باز بطریش تعویض میکنیم. نو ولت است؟ آه از بطری. بازی که مثلا یک موبایل چارج کرد حتما تیزا بطریش خلاص میشه. باز بطری رو تبدیل کرده میکنه. باز بطری رو تعویض میکنی. بسیار خوب بسیار. اینجا باز یام پکست در وقت بازی کامپیوتر اگر ایره در کامپیوتر وصل کنیم بدون گرمی میتونیم کامپیوتر استفاده کنیم. خب این پکت جدا از این هست؟ بله جدا از این هست. ایره در پاوربانک هم تیلفون هم روشن میشه. این ادیب عزیز دیگه کل دوستایش تقریبا میگه چی میگه جامعه الکمالات است. هم دوستایش جامعه الکمالات است که انرژی به خرج داده و هم ذهنش جامعه الکمالات است که نوآوری میکنه. نام خدا ادیب عزیز بسیار زحمت کشیدی. دیگه کدام وسیله مانده؟ این وسیله هم است چی میگم تلفن میگم پنسل اتومات تراش میکنه. خب این تراش است دیگه. بله اینجا پنسل تراش دیگه نیست. پنسل داخل میکنیم سیچ میزنه. بیشک این پنسل تراش الکترونیکی ساخته ادیب عزیز دیگه شاگردان دیگه از تولادن پنسل هم خلاص شدن. فقط پنسل در جای مخصوصش باید آدم ببره خودش اوتومات تراش میشه. بله این پنسل هم تراش شد چیزای تراش دگیشه از این روکت کش میتونیم. نام خدا ادیب عزیز باز او را چیزا را بکش و بیرون پرت و پنسل بگی و استفاده بکن. نام خدا ادیب عزیز این کل چیزایی را که وقتی میسازی مثلا چی چیز خوش در ذهنت می یعنی میایه که تو را امیدوار میکنه که تو یک چیزا را بسازی به خاطر که وضعیت یگان وقت که آدم جگرخون میشه وضعیت افغانستان میبینه آدم بسیار حس خراب می داشته باشه چی چیز خوش به ذهنت میخوره که چیزا را میسازی؟ واقعا زمانی که آدم این چیزا را جور میکنه خوش میباشه ولی وقتی که وضعیت افغانستان میبینه و این مایه تو چیزا نیست آدم یک کم مایوس نامید میشه ولی باز هم چیزا رو میبینیم زمان کاربردش رو میبینیم باز شوق علاقه ایم دوباره میشه که باز هم بسازم و چیزایی که واقعا کاربرد ایجاد میکنه رو بسازم. برای طفلای عزیزی که یا جوانایی که روحی خود از دست دادن و زیادترشان مثلا کارهای رو انجام میتن که زیاد موثریت نداره و کارهای ناشایسته را انجام میتن برای اونا مثلا چی توصیه میکنی چی گفتنی برشان داری؟ گفتنی میست که تسلیم نشن. واقعا ما هم زمان که چیزها رو میساختم بعضی چیزهای ما هست دمزار مانده دو هفته، سه هفته، چهار هفته حتی بعد یک چیز قلف ریموتی بود دورم حتی پنج یک تقریبا پنج هفته سرش کار کردم جور نتونستم دو سه بار خواستم. خلاص ریموتی چی رقم سر ریموت خلاص میشد؟ ریموت ای فعلا بطریش خراب شده در کارتن هست همینجا بطریش خلاص شده که ریموت میتونیم قلف دروازه را قلف هم کنیم بازم بسیار کنیم. خوب بسیار ای باز ما تقریبا 4-5 بار کوشش کردم نتونستم ولی تسلیم نشدم از موادای دیگه کار گرفتم ولی تا آخر ساختم. باید جوانام
کوشش کنه تا آخرین حد کوشش کنه میتونه به هدف خود بله به هدف خود میرسه. این خود توصیه بود که برای جوانا و برای نوجوانا کردی. پیامت برای مردم افغانستان در کل برای تمام مردم افغانستان و همسن و سالای چی است؟ یه است که وقت خود بیهوده مصرف نکنند. در گیم و پابجی و چیزای خراب بیهوده مصرف نکنند. این جوانی و این تندرستی که دارم روز مگذره و خلاص میشه. بیاین از این جوانی خود، از این وقت خود که دارن استفاده کنند. مهم نیست که همیشان این رقم خلاقیت، این رقم چیزای تکنیکی جور کنه. کامپیوتر، انگلیسی، هر چیزی که باشه باید بخوانند بلیا با وطن خود خدمت. بسیار تشکر از این عزیز از خلاقیت های از اینکه انرژی مصرف میکنی و کار میکنی، هم نوآوری میکنی، هم درس میخوانی. چقدر کارهای خوب ادیب عزیز انجام میده، هم درس میخوانه، هم مکتب میخوانه، هم نوآوری میکنه و در مکتب هم اول نمره است. چقدر کارهای زیبا و شایسته را ادیب عزیز انجام میده. خصوصا برنامه را باید طفلای عزیز خوب با دقت متوجه باشند که ادیب عزیز گفته های را که برش گفتن در زندگی روزمره خود عملی بکنن و تایی که مثل ادیب جان موفق باشند. ادیب عزیز بسیار تشکر که در برنامه آمدید. سلامت باشین. تشکر از شما هم از برنامه زیبایتان. بسیار لطف کردی، تشکر. بیننده های عزیز، شما هم برنامه زیبا و دیدنی و جالب امشب دیدین که ادیب عزیز امو خلاقیت ها و ابتکارات خود آورده بود بر برنامه و بر ما و شما به معرفی گرفت. تا برنامه بعدی که ما یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک و بینیاز مسپارم. تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.